با یک ویدئو دیگه از کانال دلتا میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. قتل‌های جنجالی که حسابی سوژه رسانه‌ها شدند. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگولرم فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. قتل شوهر از سوی پسردایی. چندی قبل ماموران پلیس تهران در تماس مردی جوان در جریان مفقود شدن مشکوک مرد همسایه قرار گرفتند. این مرد در تماس خود به ماموران گفت دو شب قبل از خونه مرد همسایه سر و صدا می اومد که یه بار این صدا خاموش شد. دقایقی بعد دیدم سه تا مرد از خونه همسایه خارج شدند و فرشی که چیزی لای اون پیچیده شده بود رو بیرون بردن. به خاطر اینکه دو روزه همسایم رو ندیدم به این موضوع مشکوک شدم. بلافاصله ماموران به آپارتمان محله اتوبان محلاتی رفتند. زن صاحب خانه ابتدا سعی در کتمان واقعیت میکرد، اما وقتی رازش برملا شد گفت شوهرم دو خونه داشت که به نام من کرده بود. شوهرم قصد داشت خونه ها رو به نام خودش بزنه. واسه همین من احساس کردم اگر خونه ها رو به نام خودش بزنه منو طلاق میده. نقشه قتلش رو کشیدم و به پسردایی موضوع رو گفتم. او هم مردی رو معرفی کرد که با گرفتن 50 میلیون تومان کار رو تموم میکرد. اما او مرد بعد از گرفتن پول فرار کرد. زن جوان در ادامه گفت پسردایی خودش با چند ضربه شوهرم رو کشت و با کمک برادرم و دوست پسردایی جسد رو از خونه خارج کردند و چند روز بعد ما لو رفتیم و دستگیر شد. اما قتل خواهر با قاتل 3 میلیونی. آذر ماه سال 97 مردی در تماس با پلیس از قتل خواهر جوانش در محله‌ای در شرق تهران خبر داد. با حضور تیم جنایی در محل اونها با جسد نایلون پیچ دختر جوانی روبرو شدند. مرد جوان که خودش رو برادر مقتول معرفی میکرد در بازجویی های اولیه گفت دو خواهرم با هم در این خونه زندگی میکنند. امروز خواهر بزرگتر تماس گرفت و گفت خواهر کوچیک در خونه است اما در رو باز نمیکنه. من هم اومدم و با شکستن در وارد خونه شدم، اما او جانش رو از دست داده بود و دور سرش نایلونی کشیده شده بود. در ادامه ماموران به خواهر و برادر مشکوک شدند که سرانجام زن جوان به طراحی نقشه قتل خواهرش اعتراف کرد و گفت خواهرم معتاد بود و من رو میزد. او کل خانواده رو اذیت میکرد. به همین جهت ما هم تصمیم به قتل خواهرم گرفتیم. من به ساقی محلمون 3 میلیون تومان پول دادم تا خواهرم رو بکشه. او هم همین کار رو کرد. بعد از قتل بهمن با من تماس گرفت و ما هم نقشه بی اطلاعی از قتل رو بازی کردیم. با اعترافات خواهر و برادر اونها دستگیر شدند و قاتل اجاره‌ای هم شناسایی و دستگیر شد. اما استخدام قاتل برای قتل پدر. چندی قبل ماموران پلیس شهریار در جریان کشف جسد مرد 64 ساله‌ای در خیابان قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد این مرد به قتل رسیده، اما هیچ اوراق هویتی نداره. با انتقال جسد به پزشکی قانونی چند روز بعد اعضای یک خانواده از گم شدن پدرشون خبر دادند که بررسی ها نشون داد جسد کشف شده پدر این خانواده است. در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از فرزندان مقتول با پدرش اختلاف داشته و همیشه درگیر بودند. به همین خاطر ماموران خیلی زود این فرد رو دستگیر کردند. طبق بررسی‌های پلیس مشخص شد فرزندان مقتول با پدرشون اختلاف داشتند و همیشه درگیر بودند. به همین خاطر ماموران خیلی زود این فرد رو که یکی از بچه‌های مقتول بود دستگیر کردند. پسر 36 ساله به طراحی قتل پدرش اعتراف کرد و گفت با پدرم اختلاف مالی داشتیم و کینه او را به دل گرفته بودم. برای قتلش نقشه کشیدم و دو اراذل اوباش رو با مبلغ 60 میلیون تومان اجیر کردم تا پدرم رو بکشند. اونها هم بعد از توافق پدرم رو کشتن و جسدش رو در خیابون رها کردند. با شناسایی هویت دو قاتل فراری مشخص شد یکی از اونها در بیمارستان بستری شده
و دیگری قصد ملاقات داره. به همین خاطر اونها شناسایی و در بیمارستان هر دو دستگیر شدند. عاملان قتل مرد 64 ساله اعتراف کردن به خاطر پول دست به این جنایت زدند. دینا نمازی، روانشناس، در مورد اینکه چرا فردی حاضر میشه به خواست دیگری دست به جنایت و ارتکاب جرم بزنه گفت: آنچه مهمه اینه که افراد دارای خواسته های متفاوتی هستن و برای رسیدن به اون خواسته دست به هر کاری میزنند. این افراد فقط اون خواسته رو دیده و اصلا از خطرات و مسیر رسیدن به اون آگاه نیستن و نمیخوان قبول کنن راه رسیدن اشتباهه یا اون خواسته به کل اشتباه بوده و حتی در صورت رسیدن اظهار پشیمانی به همراه میتونه داشته باشه. همچنین این روانشناس گفت گاهی افراد دچار عشق ممنوعه میشن و چیزی جز اون عشق براشون اهمیتی نداره. در همین حال طرف مقابل که به دلیل مشکلات تن به عشق ممنوعه داده فرصت رو مناسب دونسته تا برای همیشه از شر مشکلات زندگیش خلاص بشه و همین دلیل آگاهانه به نفر سوم پیشنهاد میده برای رسیدن به من باید از همسرم بگذریم. نفر سوم هم ندانسته و از روی عشق کورکورانه قبول میکنه و دست به جنایت میزنه و یک عمر خودش رو گرفتار میکنه. خانم نمازی با اشاره به اینکه گاهی نفرت باعث میشه تا افراد از کسی بخوان تا براش انتقام بگیرن هم گفت: در بعضی موارد اتفاقات این چنینی هم میفته و گاهی وقتا نفرت جای عشق رو میگیره. گاهی وقتا پیش میاد که برای اینکه بخوان از کسی انتقام بگیرن دست به جنایت هایی میزنن که براشون خیلی جبران ناپذیره. جنون آنی فرد یا نفرت باعث میشه تا افراد کسی رو برای قتل اجیر بکنن و بعد از قتل خیلی زود پشیمون میشن. این قتل ها خیلی زود کشف میشن. به گفته این روانشناس مهمترین قتل ها قاتل های اجاره‌ای مربوط به موضوعات مالی هستند. افراد که معمولا از قشر ضعیف و بزهکار هستند با شنیدن رقم های نجومی و وسوسه کننده و بدون تفکر نسبت به عاقبت کار فقط برای رسیدن به اون پول و تغییر زندگی خودشون درخواست های قتل رو قبول می کنند تا در مقابل پول دست به جنایت بزنند. در این گونه موارد قاتلان معمولا از خشونت بیشتری استفاده می کنند تا بتونن کار رو به صورت کامل انجام بدن و از قتل مطمئن بشن. دوستان عزیز، نظر شما راجع به قتل های زنجیره‌ای یا قتل هایی که بعضن به خاطر عشق و نفرت یا پول یا ماجرای در واقع آرمان و غزاله یا عقرب سیاه و در واقع خفاش شب و اینها چیه؟ لطفاً نظراتتون رو راجع به قتل ها در قسمت کامنت ها بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.